درود فروان خدمتتون عزیز، امروز یک شنبه 18 اردیبهشت ماه هستش و یک بررسی داشته باشیم در بازار. ابتدا شاخص کل هموزن رو براتون در نظر گرفتم که دوستان اگر که ما نقاط ماکسیموم شاخص کل هموزن توی تقریبا 2 سال اخیر رو به هم دیگه وصل بکنیم، خب یک نقطه در 13.5 به دست میاد، یک نقطه در تقریبا حالا 15.6 به دست میاد و نقطه سومی که الان اینجا میتونه قرار بگیره همین نقطه هستش که ما توی این هفته بهش خواهیم رسید. یعنی یه جورایی میشه گفتش که الان ما به سقف کانال نزولی شاخص کل هموزن نزدیک شدیم و این هفته هفته بسیار مهمی خواهد بود، چون که یا اینکه الان شاخص کل هموزن نسبت به این سقف بالایی خودش واکنش نشون میده و وارد اصلاح میشه، وارد اصلاح زمانی یا اصلاح قیمتی میشه، یا اینکه موفق میشه این رو بشکونه و بره بالا مثل شاخص کل، که اگر این اتفاق بیفته و از اینجا بره بالا و انتظار داریم که الگوی پرچم را روی شاخص کل هموزن ببینیم. بعد اگر که ما الگوی پرچم رو در شاخص کل هموزن دیدیم، وضعیت بورس به یک باره خیلی خوب میشه و مجددا شاهد یک رشد خیلی خوبی در قیمت نمادها و سهام‌های مختلف بازار خواهیم بود. یعنی نمادهای کوچک بازار که از روز تا حالا یه جورایی حالا تکون نخوردند هم تکون خواهند خورد. حالا یه تعدادی که از روز تا حالا راه افتادن، یه تعدادی حتی مثلا تو صنایع پتروشیمی و یا پالایشی دیدیم که حتی از قیمت‌های مرداد 99 هم بالاتر رفتن، ولی تعداد بسیار زیادی از نمادها هنوز خیلی جای رشد دارن و اگر این اتفاق بیفته و الگوی پرچم رو در شاخص کل هموزن هم مشاهده بکنیم، شاهد یک رشد خیلی خوبی در شاخص در کل بورس خواهیم بود. ببینید این کانال نزولی شاخص کله. شاخص کل یک بار در مرداد 99 و یک بار هم دقیقا در شهریور 99 به این نقطه ماکسیموم رسید و هر دو بار میبینید که برگشت و به کف کانال تقریبا، حالا این بار که به کف کانال، دفعه قبلی حالا به کف کانال نرسید، زودتر واکنش نشون داد، ولی در هر حال در 24/12 یعنی یه چیز حدود 2 ماه پیش شاخص کل به سقف کانال نزولی خودش رسید که یادتون باشه اون موقع باز همین صحبت بود که حالا یا بر میگرده یا میتونه کانال بشکنه و الگوی پرچم بزنه، که خب خوشبختانه این اتفاق افتاد و شاهد الگوی پرچم در شاخص کل بودیم که خب گفتیم این میتونه تا 1,700,000 هم حتی ادامه داشته باشه. حالا در حال یک مقاومت روی 1,580,000 جلوی راهش هست، میتونه به همین مقاومت هم ختم بشه. حالا نمیتونیم بگیم که قطعا تا 1,700,000 میره، ولی خب پیشبینی ما این بود که تا 1,700,000 رو بتونه به راحتی بره بالا، که فعلا تو اون مسیر داره حرکت خودش رو ادامه میده. حالا شاخص کل هموزن هم اگر که الگوی پرچم بزنه، اگر الگوی پرچمش رو تکمیل کرد و زد، پیش بینی میشه که حداقل تا سطح قبلی خودش در مرداد 99 بالا بیاد، یعنی تا اینجا رو میتونه بالا بیاد، شاید هم حالا مقدار کمتر باشه، حالا میگم حداقل الگوی پرچمش در این حد میتونه باشه دیگه، الگوی پرچمش تا اینجا میتونه باشه، حالا دیگه بستگی به شرایط بازار داره، یا تا همین حد میاد بالا یا اینکه حالا مقداری کمتر، ولی خب قطعا حرکت رو خواهیم دید. با توجه به حمایت هایی که الان داره میشه، مخصوصا این بحث وام سهام، یه جورایی شاید الان خیلی دور از ذهنم نباشه که شاخص هموزن بتونه الگوی پرچم خودش رو بزنه و الان میبینید که بر اساس اعلامی که شده تا پایان فصل بهار گویا قراره که این قضیه به اتمام برسه و شرایطش هم یه جورایی، حالا نحوه وثیقه گذاریش هم اعلام شده که شما یک اپ مخصوص رو نصب میکنید، بعدا یک پیامکی براتون میاد، وارد این اپ میشید، بعد درخواست میدید
که مقداری از سهام خودتون حالا مشخص میکنید، فرضاً میگید این نماد این نماد این نماد، انتخاب میکنید و بعداً وقتی که این کار را انجام دادید، روز بعد معاملات یعنی فردای اون روز تا پایان وقت، این کار به این انتخاب شما به کارگزاریتون اعلام میشه و کارگزاری شما اون سهامی که شما انتخاب کردید را فریز میکنه، یعنی دیگه نمیتونید اونا بفروشیدش و اون تعدادی که مشخص کردید دست خودتونم هست، فریز میکنه و بعداً به بانک اعلام میشه که بله ایشون مثلا اینقدر سهامش را به عنوان وثیقه وام قرار داده و بانک بعداً وام را پرداخت میکنه. گویا مبلغ این وام هم حدود 200 میلیون تومان حد اکثر میتونه باشه. حالا من جای دیگه ای خوندم، الان اینجا چرا نوشته همینجا سقف تحصیلات خود تا 200 میلیون تومان میتونه انجام بگیره. خب این خودش خیلی میتونه کمک بکنه به این قضیه، بخاطر اینکه ببینید الان خیلی از افرادی که نیاز به پول دارند و سهام دارند، یه در حال نیاز به پول دیگه، حالا مثلا طرف میخواد چون میدونم جهیزی دخترش رو تهیه بکنه، میخواد مثلا ماشین جدیدی بخره، هر کسی یه گرفتاری داره یا یه نیاز پوله داره دیگه، در حالی که میخواد رهن خونش رو زیاد کنه، هر کاری بکنه، دلشون هم نمیاد سهامشون رو بفروشند. ببینید اغلب افرادی که من باشون صحبت کنم، طرف میگه من خودم دلم نمیاد الان این سهم رو بفروشم، ولی خب چیکار کنم، الان نیاز دارم، الان باید پول پیش خونه بدم، باید فلان بکنم. خب این افراد دیگه از این بعد مجبور نیست از سهام خودشون بفروشن، اتفاقا سهامو که نمیفروشن هیچ، سهامو فریز میکنن، سهام رو فریز میکنن میمونه و بعدن وام رو میگیرن. حالا یه تعداد دیگه هم چیکار میکنن، یعنی به نظر من تعداد زیادی هم که تو بورس فعالیت میکنن این کارا میکنن، مثلا طرف 200 میلیون تومان سهامشو فریز میکنه، یه وام 200 تومانی میگیره و بعدا همونو دوباره میاره اون پولو توی بورس مجددا سهام میخره، یعنی احتمال داره ادعی هم این کارو بکنه، یعنی یه نقدینگی خیلی خوبی با این وامی که داره گفته میشه، اولا از بورس خارج نمیشه، دوما میتونه به بورس اضافه بشه. بعد ببینید یه مورد دیگه اینه که همین امروز دیدم اعلام کردن که در ازای هر نفری گویا نمیدونم 300 هزار تومان حدودا میخواند بابت این یارانه‌ای که برای نان و چه میدونم چیزای دیگه میدادن و الان قیمتاش گویا خیلی رفته بالا و یارانه‌هاشون به نوعی حذف شده، بیان و نقدی به افراد بدن. یعنی مثلا این خانواده 4 نفره الان یوی مثلا 4 تا 300 تومن نمیدونم 300 بود یا 400 یا همچی نرخی بود، میاد به حسابشون از این ماه. وقتی که این پول ریخته شد به حساب ها، شما فکر کنید که هر خانواده ای بالاخره شاید یه میلیون خورده ای الانه به حسابش میاد، اینها میتونه یک پتانسیلی باشه که بخشی از این پول ها، حالا من نمیگم همه این پول ها، بالاخره مردم خیلی هاشون هم گرفتاری های خودشون رو با این پول ها میتونن برطرف کنن، یا شاید خرج همون خرید نان و شیر و اینجور چیزا بشه، اینم هست چون قیمت ها هم از اون رفته بالا، ولی خب بخشی از این پول ها باز به بورس خواهد اومد. ببینید همین صحبت رو ما کی داشتیم، اوایل سال 99 زمانی که دولت اومد و یک دو بار بسته های حمایتی کرونا به صورت 1 میلیون تومانی واریز کرد به حساب سرپس خانوارها، بلا فاصله بعدش ما یه جهش خوبی رو در بورس دیدیم، یعنی همون موقع هم بخشی از اون پول ها برگشت اومد توی بورس. پس الانه یکی این بحث وامه هستش که تا پایان فصل بهار گفتن درست میشه، یکی این یارانه هایی هستش که الانه میخوان نقدی به مردم بدن توی این یکی دو ماه، و مورد بعدی این که خب شاخص کل هموز در نقطه سوغلجیشی قرار گرفته الانه و ورود این پول واقعا میتونه که یه الگوی پرچم بزنه و اون موقع هستش که بورس میتونه حرکت خیلی خوبی رو از خودش داشته باشه، انشاءالله امیدوارم این اتفاق بیفته. در حال بازار امروز هم تقریبا میشه گفتش که بازار حالا مثبتی بود، ولی نه به اندازه روزهای قبل، و همینجور که مشاهده میکنین شاخص کل امروز 0.6 و کل هموزن 0.6% مثبت خوردن. اینجوری بهتره، یعنی خیلی بهتره که کم مثبت بخورن،
دوتایی مثبت بخورن، 2% مثبت بخورن بیان بالا، بعد اون طرف این کفسازیشون و یا رد کردن مقاومت هاشون هم با ریسک زیادی مواجه میشه، یعنی از اون طرف هم شاید زود برگردن پایین. مثبت باشن، آروم آروم برن بالا، مطمئن باشین که دوستان تا یکی دو ماه دیگه خوب میرن بالا. اما اگه یهویی بخوان مثلا تو 10 روز راهی که 2 ماه قرار برن بالا رو برن بالا، بعدش اون وقتی میرسن اونجا زیر پاشون خالی میشه و یهویی میان پایین. تو شرایط امروز بازارا، یعنی شاید مثلا شرایطمون یه شرایط دیگه بود این حرفو نمیزدیم، گفتم خب سریعتر بره بالا، ولی شرایط امروز بازار که واقعا ما توی 2 سال گذشته خیلی آسیب دیده بورسمون و متزلزل بوده، چه بهتر که همین جوری برن بالا، آروم آروم برن بالا. و خب بسیاری از نمادها امروز با سبز بودن، خساپا میبینیم که امروز مجدد با خودرو سبز شدن آخر کار، فلزات اساسی امروز سبز شدن، فرآورده‌های نفتی که دیروز سبز بودن امروز تقریبا یا قرمز بودن یا خاکستری، خب به جای فلزات اساسی امروز سبز. خب این خوبه دیگه، همه گروه‌ها باید متوازن اینجورای حرکت بکنن. اینکه یه گروه هم یهو خیلی خوب بره بالا، بعدن باز هم مشکله به وجود میاد، همون گروه یهو مثلا میفته تو سرازیری، و اینجوری بهتره آروم آروم برن بالا همشون. مواد غذایی امروز روز خوبی داشتن، زراعتی ها امروز روز خوبی داشتن، های ویب رو میبینیم برای تقریبا دومی سومی روز متوالی اتفاق برش افتاد. شستا امروز با حجم زیادی مثبت شد، چه باز این خودش میتونه که کمک بکنه. و همونجور که مشاهده میکنید نقشه امروزمون هم تقریبا حالا نقشه قابل قبوله، از نظر آماری هم آمار فعلا قابل قبوله، هنوز دلخواه و به قول معروف بالای 8000 ارزش معاملات نرسیده، یعنی ما هنوز در کانال 6000 هستیم، ولی خب خیلی خوبه دیگه نسبت به اسفند سال گذشته، بهمن سال گذشته که ما رفته بودیم تو کانال 2000 میلیارد، تقریبا ارزش معاملات 3 برابر شده و این روند افزایشی میتونه که ما رو به اون 8000 برسه. وقتی به 8000 میلیارد رسیدیم بعدا اون موقع خیلی خوب رشد میکنه بورس. یه خبر دیگه هم این که عرض کنم اون قسطایی که قرار پرداخت بشه به بورس از طرف صندوق توسعه ملی هم گویا داره اوکی میشه و جزئیاتش حالا یه جورایی اعلام شده، حالا بانک مرکزی صحبت کرده، 2 قسط دیگه گفتن احتمالاً تا پایان اردیبهشت ماه داده میشه، این دو تا 650 میلیارد تومان که 1300 میلیارد دیگه داده میشه و 8 میلیارد دیگه هم تا 1 سال آینده. تو خب چیز زیادی نیست دا، ما نمیگیم خیلی مبلغ بالاییه و میتونه تو بورس رو تکون بده، ولی خب همینم هم بودش بهتر از نبودشه دیگه، هم که بالاخره یه پشتیبانی باشه توی این قضایا میتونه کمک بیشتری را به بورس داشته باشه. خب امروز کلیه شاخصهای بورسی و فرابورسی تأثیر مثبت در شاخص داشتن، اینا که تو این لیست الان اینجا دیده میشن. تقریبا هم میشه گفتش ورود پول حقیقی حقوقی خیلی به هم نزدیک بود، 36 میلیارد فقط امروز از بازار توسط حقیقی ها خارج شد، که خب تقریبا بازار متعادلی از این جهت داشتیم. ارزش معاملات خوردم که دیدیم 6135 میلیارد بود که تقریبا قابل قبوله. نمادهای شستا، شپنا، خساپا، آسیاتک، خودرو، شبندر، شتران، تلیسه، فرابورس، کرمان، آریا، شاوان، فزر، گوزگلدشت هم پرمعامله ترین نمادهای بازار امروز بود. اینم دیده میشه بازار که خب بالاخره سبزای خیلی درشت خوبی امروز داخلش داره، که خب قرمز هاش هم تقریبا امروز زیاده نسبت روزهای قبل، یه جورایی زیادتر هستن و نسبت رو میبینید 141 به 46، یه مقدار آره این نسبته هنوز به قول معروف کن جوندار نی. یادتون باشه مثلا چند وقت پیش این بالای 200 ما نماد داشتیم که حداقل 3% روزانه خورده باشن و زیر 20 داشتیم که به اصطلاح اون 3% کاهش روزانه رو داشتن، الان 141 به 46 شده. این متاسفانه انگار هر روز داره این رقمه به هم نزدیکتر میشه، امیدواریم که
واقعا این مقاومت هایی که روی شاخص کل و شاخص کل هموز داریم و الان خیلی بهش نزدیک شدیم نتونه این اختلاف را کم بکنه و این اختلاف همینجور حداقل بمونه تا مسیر ما آروم آروم طی بشه. امروز حقیقی ها سراغ فلزات اساسی خودرویی ها زراعتی ها رفتن. فخوز، فولاد، زوب، فخاس، خساپا، خپارس، زگلدش، زدش، زمکسا، مفاخر و مواد دیگه ای که اینجا میبینیم رکیش هستش. حقوقی ها سراغ بیمه ای ها، فروردهای نفتی، شرکت های چندشتهی و سیمانی ها امروز رفتن و ببینیم کدوم نمادها، بله این کدوم گروه ها که میبینید سه گروه امروز از سه حقیقی ها بوده از ده تای اول و هفت گروه را حقوقی ها امروز بهش وارد کردن. و خب جالبی کار اینجاست که الان دو تا گروهی، سه تا گروه بهتر بگیم، سه تا گروه که در صدر قرار گرفتن، صدر معاملات امروز، سه گروهی هستن که تقریبا میشه گفتش تو یکی دو ماه اخیر هیچ موقع در چنین جایگاهی قرار نگرفته بودن. حالا جایگاهش بودن تو این ده تا، ولی خب نه اینکه جایگاه اول دوم باشن، مثلا تو رقابت پنجم ششم بودن. این خودش نشون میده که خب بالاخره الانه قیمت ها در برخی از گروه ها شاید جذابتر هستش، اونایی که کمتر روش کردن الان ریسک کمتری دارن برای سرمایه گذاران که ورود بکنن و دقیقا داره پول ها به همون سمت هم بیشتر سرازیر میشه و معاملات این گروه ها بیشتر داره انجام میگیره. خب مورد بعدی بازار بیت کوین هستش که امروز میبینید پایین تر اومد قیمت و تقریبا به 34500 هم رسید، یعنی جایی که قبلا با سایه میزد، یعنی که دو مرتبه تا اینجا رفته اینجا رسته بود، یه سایه پایین تر هم رسته بود تا 33000 هم رسته سایش، الان خیلی نزدیک شده از نظر خود قیمت و سایه هم نزده. یعنی اگه که الان از اینجا بر نگرده به سمت بالا و همینجور قیمت خواهد بره پایین، احتمال شکست قیمت تا 30000 دلار هم وجود داره. یعنی اون سناریویی که گفتیم خیلی ها منتظر نشستن بیت کوین برسه 30000 دلار و بخرند، شاید سایه این بار بیفته روی 30000 دلار. و خب مهمترین دلیلش هم با سیاست‌های انقباضی هستش که دولت آمریکا پیش گرفته و راجعش صحبت کردیم، بحث دلار رو اصلا خدمتتون، تقویت دلار به نوعی میشه گفتش که رو بسیاری از بازارها داره تاثیرگذار میشه، مثلا بازار ارزهای دیجیتال که خب یک رقیب دلار الان ارزهای دیجیتال حساب میشه دیگه، رقبای دیگه هم داره ولی خب رقبای دیگه اش مثلا پوند انگلیس، مثلا یورو، مثلا فرانک، مثلا یوان، مثلا روبل، اینا رقبای دیگه دلار هستن. یه رقیبش هم که خب ارزهای دیجیتال و مخصوصا بیت کوین هستش که الان اون هم با کاهش مواجه شده در برابر قدرتی که درها دلار گرفته با افزایش نرخ بهره که باعث کم شدن تورم خواهد شد. خب بیایم اینجا سراغ تتر و میبینید که تتر هم اومده بالا 29100 تومان و نسبت به دیروز باز افزایش قیمت دلار را داریم در ایران. این قضیه تو کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده، مثلا در ترکیه هم الان دلار در برابر لیر اومده بالا و خب چون جهانی الان دلار گرون شده این طبیعی هستش که نسبت به بقیه پول‌ها هم بیاد بالاتر و به نوعی میشه گفتش که قوی‌تر شده الان قیمتش. این طرف هم می‌بینید که قیمت ریالیه بیت کوین الان تقریبا به 1 میلیارد رسیده، 1,007,000,000 تومان، برای این ولی 7 میلیون میشه چون یه صفرش عجیبه، 1,007,000,000 تومان الان بیت کوین تقریبا به 1 میلیارد داره میرسه. شاید هم اگر که بیت کوین بیاد پایین‌تر به زیر 1 میلیارد تومان هم نزول داشته باشیم ظرف 24 ساعت آینده. تازه این که الان دارید میبینید با تتر 29 صدیه، یعنی اگر که تتر قیمتش، یعنی دلار قیمتش مثل هفته پیش بود
بعدا قطعا الان زیر 1 میلیارد تومان داشت معامله میشد. بقیه ارزها هم میبینید که به تبع بیت کوین همون منفیه رو خوردند و هر ترون در حال حاضر 2390 تومان هستش. ترون نسبت به اون چیز خودش قبل خودش هنوز بالاه، یعنی 1700 بود وقتی که بیت کوین روی به اصطلاح یه جورایی 1 میلیارد و 100 1 میلیارد و 200 بود، یعنی 1700 بود. الان که اومده پایین، خب این قطعا برای من پایین تر مثلا میشه 1500 1400 500، که میدید الانه 2390. دستات به دیروز هم خیلی فرقی نکرد، دیروز هم تقریبا قیمتش همین قد، ولی بقیه ارزها هم جو که میبینید شاید افتشون بیشتر بوده باشه. بیت کوین کش که دیروز 8 میلیون میخوندیم الان امروز 7 میلیون و 700 هستش. خب دوستان ممنون از توجه شما، منتظر کامنتاتون هستم. چند نفر هم چند نماد رو خواسته بودن که براشون تحلیل بکنیم در کامنت هایی که گذاشته بودن برامون، که چشم این چند تایی که دوستان گفتن رو حالا سعی میکنیم که تحلیلی هم براشون بدیم، حداقل نموداراش رو بررسی بکنیم ببینیم که در چه وضعیتی هستن. ممنون از شما دوستان که برای ما کامنت میگذاریم، منتظر شما هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.